سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحثمون. در رابطه فرما داشتیم جلسه قبل صحبت میکردیم و این جلسه میخوایم بحثمون رو ادامه بدیم و میخوام در رابطه با فرم کنترل رو صحبت بکنیم. خیلی خب، میام اینجا. بریم سراغ اولین فرمی که میخوام راجبش این جلسه صحبت بکنیم. میخوام راجب تکست ایریا صحبت بکنیم، چیزی که خب آشنایی دارید قطعا باهاش. میخوام ببینیم چیکارا میتونیم روش انجام بدیم. یه دیو درست میکنم به کلاس mb-tree، بعد یه لیبل براش در نظر میگیرم با کلاس فرم لیبل و برای فورش هم مثلا میذارم فرم اینپوت 1. برای مقدارش هم چی بنویسیم؟ مثلا بنویسیم ایمیل ادرس از نوع ایمیله. یه تگ اینپوت میذارم با کلاس فرم کنترل و آیدی، همون آیدی فرم میدم، میذارم فرم اینپوت 1. تایپش هم میذارم ایمیل، چون قرار ایمیل از کاربرم بگیرم. یه پلیس هولدرم براش میذارم، مثلا می‌نویسم یه اگزمپل می‌ذارم، مثلا اگزمپل @ example.com که دقیقا به کاربرمون بگیم که دنبال چی هستیم. خب تا اینجا رو بریم ببینیم چجوری شد. یه همچین چیزی شد بچه، که من اینجا یه اینپوتی دارم. فقط اینکه این وسط افتادنش بچه ها به خاطر دیسپلی فلکسی که من از قبل اینجا داشتم، بذارید اینو بردارم. اینه، به خاطر اینه. اینو من بر میدارم. اینجوره. خیلی عالی. بکگراند هم به نظرم قشنگ نیست رنگش. اوکی. خب بریم سراغ ادامه همون. یه تکست ایریا میخوام اضافه کنم، یه دیو دیگه با کلاس mb-tree، یه لیبل براش میذارم با کلاس form-label. برای فورش هم مثلا میذارم تکست ایریا 1 مثلا. خب مثلا کاربر هم میخوام که خودشو معرفی کنه. Describe yourself. Describe yourself. مثلا یه همچین چیزی. خب برای اینپوتش یه چیزی میدم به نام text area. Text area. یه کلاس فرم کنترل هم بهش میدم. خب برای نیمش، نیم نمیخوام، ولش کنید. آیدیش رو همون تکست ایریا میدم، تکست ایریا 1. تعداد ردیف و ستونش رو میتونید مشخص کنید که ابعاد اینپوت تکست ایریاتون رو مشخص میکنه و همین، چیز دیگه نداره. بریم اینا ببینیم. یکم پایینش یه دونه فرم تکست ایریا برام بیاره که کاربر میتونه توش هر چی میخواد رو بنویسه راجع به خودش و اینم لیبلشه. کنم سه تا نقطه شو به نظرم بردارید بهتر. خب اینم از بحث تکست ایریا. بریم سراغ مثال بعدی. خب ما برای تکست ایریا دوستان میتونیم سایز های مختلف داشته باشیم. مثلا نیا کنید، من میتونم دو تا سایز دیگه هم داشته باشم. برای اینکه سایز بدم این ردیف و ستون رو برمیدارم، به اولی که کلاس فرم کنترل داش LG میدم، یعنی لارج. به بعدی اینو برمیدارم فرم کنترل داش SM یعنی اسمال. آیدیاشون رو بذارید عوض کنم، 2 2 3 3. ببینیم، نیا کنید، این لارج، این اسماله.
یعنی شما میتونید مثلا اون ابتدای امر هم به جای اینکه حالا ردیف و ستون مشخص بکنید، میتونید با استفاده از لارج و اسمال هم ابعادش رو مشخص بکنید. خب این رنگ بک‌گراندر خیلی رو مخه بچه‌ها، بذارید من اینو عوضش کنم. رنگ خوشگل نیست، بذارید یه رنگ جذاب مثلا اینجوری بدم، خردلی طور. خیلی خوب، اوکی، بریم سراغ مثال بعدی. خب تو مثال بعدی بذارم سفیدش کنم راحت شی میدفع. تو مثال بعدی میخوایم راجع به یه سری اینپوت های دیزیبل صحبت کنیم. دیدید یه سری فرمال میخواد بهت پر کنید، مثلا بعضیشون دیزیبل شده، میخوام راجع به صحبت کنیم. بذارین تکست ایریا رو من بردارم. خب اینو کپی میکنم، یه دونه برای دیزیبل، یه دونه رید اونلی، یه دونه یه مدل دیگه که بهتون میگم. خب اولی دیزیبله، فرم اینپوت دیزیبل. برای اینکه شما یک فرمی رو دیزیبل بکنید، خب میاد چیکار میکنید؟ میاد آخر اینپوتتون یه چیز اضافه میکنید به نام دیزیبل. این دیزیبل شد. این هم میدم به. الان این فرم دیزیبل شد. برای رید اونلی کردن هم میاد چیکار میکنید؟ این رو اضافه کنم، کلاسش رو عوض کنم، رید اونلی اینو میدم به این. خب برای رید اونلی هم میاد چیکار میکنه؟ آخرش یه رید اونلی اضافه میکنید. خب فرقش رو ببینید بچه. یه چیز دیگه داریم به نام رید اونلی پلین تکست که دقیقا با کلاس این کار انجام میدن. میام چیکار میکنم؟ میام به این سومی که کلاس فرم کنترل دادم، بزنیم پلین، چجوری می‌نویسم؟ پلین تکست اینجوری. به این یه کلاس اضافه میکنم، کلاس اضافه نمیکنم، اسمش عوض میکنم، میکنم پلین تکست. خب بینیم ستا رو با هم ببینیم. اولی اینپوت ها معمولیه، دومی دیزیبل، این رید اونلیه. نگاه کنید دیزیبل کلا، بچا میبینید روش کلیک میکنیم چه اتفاقی نمیفته، اما این رید اونلیه، قابلیت کلیک شدن داره. و اینم که پلین تکسته، یعنی اون بک گراندش حذف شده، فقط شما پلیس هولدر رو میبینید، روش که کلیک میکنید تازه نشون میده خودشو به این صورت. پس این فرق دیزیبل و رید اونلی رو اوکی اینجوریه بچا. خب بذار من اینو چیزشان بکنم. پس این اولی شد disabled، این شد read only، این شد plain text. یه بار دیگه ببینیم، این disabled کلن هیچ کار نمیشه باش کرد، این read only، این هم plain text. خب بریم سراغ مثال بعدی. میخوام راجع به یه سری فرما که میاد فایل میتونید مثلا آپلود یا دانلود بکنید، همچی چیزایی، از اونم میخوام راجع به اون صحبت بکنم. خب من اینا کلش رو پاک میکنم دوباره. یا میخواید پاک نکنیم، بذارید یکشو نگه دارم فقط عوضش کنم که دیگه وقتمون نره. خب این باشه، لیبلش هم باشه، مثلا این رو اولی رو میذارم فرم فایل، این هم که همونه. خب اولی رو میذارم دیفالت فایل اینپوت، یعنی فایل اینپوت دیفالتمون این شکلیه بچه تو بوتستراپ. خب تایپش میشه فایل طبیعتاً، کلاسش فرم کنترل میمونه، یه آیدی هم بهش میدم به این صورت، و پلیس هولدر دیگه نداریم ما توی تا نوع فایل. خب اینو ببینیم علال حساب یه همچین چیزی بچه که شما اینو بزنید میتونید فایل رو انتخاب بکنید. اینو که بزنید فایل منیجر سیستمتون باز میشه و میتونید فایل رو انتخاب بکنید.
خب بریم سراغ مدل بعدی. من همین رو کپی میکنم میذارم اینجا. تو مدل بعدی یه مواقع شما میخواید چند تا فایل رو انتخاب بکنید، یعنی یه فایل نیست، اسمشو میذارم فرم فایل مولتیپل. ای بابا، فرم فایل مولتیپل. مولتیپل این میشه مولتیپل مولتیپل فایل اینپوت. تایپش همون فایله، کلاسش فرم کنترله، درسته. فقط میاد چیکار میکنید برای اینکه با بقیه قبلی فرق کنه، آخرش یه تدونه تگ مولتیپل میزنید. خب نیا کنید، این دومی مولتیپله، یعنی شما میتونید چند تا فایل رو انتخاب بکنید، نه صرفا یه دونه فایل رو. اوکی، فرق این دوتا با هم دیگه اینه، ظاهرش رو شبیه همه، ولی وقتی میرید توی فایل منیجر سیستمتون میتونید چند تا فایل انتخاب بکنید تو دومیه. خب بریم بعدی. بذار اینو کپی کنم که دیفالت همه. خب توی بعدی حالت دیزیبلش رو میخوایم ببینیم. فرم فایل دیزیبل دیزیبلد، این حالتی دیزیبل شدهش، دیزیبل فایل اینپوت. برای اینکه دیزیبل بکنیم چیکار میکردیم؟ میمدیم یه دونه دیزیبل آخرش اضافه میکردیم. این دیزیبل بچه کار نمیکنه، روش کلیک کنم چه اتفاقی نمیافته. رنگش هم ببینید فرق داره با بالش. خب بریم سراغ بعدی. ای وای این هست. خب یه دونه داریم به نام اسمال فایل اینپوت بچه ها، یه ذره کوچیکتر نسبت به اینا. نیا کنید فرم فایل اسمال نسبت به اون بالایی مقدار کوچیکتره. اسمال فایل اینپوت فرقش کجاست؟ دقیقا مثل تکست اریا، یه کلاس فرم کنترل داش اس ام باخش اضافه کنید. همینو برای لارجش هم بچه ها داریم، همینو برای لارجش هم دارید. بذار من لارجش هم بذارم کنار هم دیگه ببینید مقایسه کنید. فرم فایل این میشه لارج، فرم فایل لارج این هم میشه ال جی، این هم میشه لارج. نگاه کنید این اسمالشه، این لارج، این معمولیاشه. میبینید که تفاوتاشو میبینید، بزرگتر این زر کوچیکتره. خب بریم سراغ مثال بعدی. خب مثال بعدی اون در رابطه با فرم کنترل هایی که در شما میتونید بچه رنگ انتخاب بکنید. دیدید یه سری اینپوت هایی رو توی یه سری سایت ها میرید میتونید رنگ انتخاب کنید، میخوام راجع به اون صحبت کنیم. خب چجوری این کارو میکنیم؟ یه لیبل داریم، لیبلشو میذارم color picker picker. خب لیبلشو میذارم select color. خب بعد برای اینپوتش تایپش رو میذارم از نوع color دیگه، تایپ یا فایل و تکست اینا نمیشه، میشه color. کلاسش رو همون فرم کنترل میذارم باشه، یه کلاس دیگه بهش اضافه میکنم به نام فرم کنترل داش کالر. آیدی که داره، خب ما این اینپوت هایی که از نوع انتخاب رنگه یه چیزی باید داشته باشه به نام ولیو، یعنی یه رنگ پیش فرض باید داشته باشه. ولیو پیش فرضش رو مثلا میذارم 56 3 دی هفت سی، این رنگ پیش فرضی که شما میبینید. بعد ما توی تایپ کاله چیزی به نام پلیس هولدر نداریم، در عوض یه چیزی داریم به نام تایتل. چوز یور کالر. خب بریم اینو ببینیم یه همچین چیزی بچه. اینو که بزنم بذار من یک دیگه اضافه کنم.
یا کنید. اینی که بزنم یه همچین صفحه باز میشه، شما میتونید در رنگتون انتخاب بکنید، اینجا میتونید مقدار بدید اگه دوست داشتید. اوکی، یا میتونید یه کار کنید بچه ها، میتونید اینو بزنید یه رنگ هر جا میبینید انتخاب کنید. مثلا من میخوام رنگ چی انتخاب کنیم، مثلا اینجا رو انتخاب کنم، میکنید این رنگ میفته اینجا، از این هم پس میتونید استفاده کنید. یعنی یه جوری نمونگیر رنگ بچه. اوکی خب، بریم سراغ مثال آخر این جلسه. همون میخوایم در رابطه با یه مدل خاصی از اینپوت ها صحبت بکنیم به نام دیتا لیست. توی دیتا لیست دیدید مثلا یه سری فرمای یه جا میرید میخواید فرمه رو پر کنید، خب اون فرمه خودش یه سری مقادیر پیش‌فرض داره، میگه مثلا از لیست زی مثلا یکی رو انتخاب کنم، مثلا زن و مرد، مثلا این مثال خیلی ساده شو بزنم، میخوام مثلا یه فرم درست کنم که کاربر بتونه توش انتخاب کنه زن یا مرد مثلا، یه همچین چیزی. خب بریم انجام بدیم. یه لیبل دارم اسمشو میذارم سلکت مثلا جنسیت، درست نمیشنم؟ آره اوکی. خب کلاسش میشه همون فرم لیبل، بعد اینجا هم میشه سلکت جنسیت رو انتخاب کنید. بعدش اینپوت خواهیم داشت با کلاس فرم کنترل، کالر رو دیگه من برمیدارم، بعد اینا رو هم بذارید بردارم، اینا رو دیگه نداریم. یه چیزی داریم به نام لیست، لیستمون میشه اون لیستی که قرار داشت انتخاب کنه، هنوز درست نکردیم ولی اسمشو من اینجا میذارم دیتا لیست مثلا جندر. خب آیدیش هم که میشه این، و یه پلیس هولدر هم براش میذارم، پلیس هولدر مثلا میگم سلکت یور مثلا این. اوکی خب، این از اینپوتمون. پشت سر اینپوتمون یه چیزی میاد به نام دیتا لیست، دیتا لیست که یک همچین شکلی داره، یک آیدی باید بهش بدیم. آیدیش میشه چی بچه ها؟ آیدیش میشه همین لیست، اسم لیستی که اینجا گذاشتم، دقیقا همین رو باید بدید. بعد یه سری آپشن داره، میشه همون چیزی که قرار کاربر من انتخاب بکنه. یه ولیو داره، مثلا ولیو میدم مرد میل، اینجا می نویسم میل، اصلا نمیخواد دیگه بنویسید این آپشن هم، اصلا نمیخواد اینم بذارید بچه، اذیت نکن به این صورت. خب یکی دیگه هم اضافه میکنم برای مثلا زن. بریم اینو ببینیم تا اینجا شو. چرا رنگ تایپش رو بکنم عوض نکردم؟ آره تایپش میشه چی بچه ها؟ اصلا تایپ نداره، چیزی اینو تایپ نداره. یه قدم روی بزنم نکن، دو تا به حق انتخاب میده، میتونم انتخاب بکنم. پس بچه ها ما یه چیزی هم داریم به نام دیتا لیست، از این منو هست که شما میتونید انتخاب بکنید، مثلا اینو میذارم میاد اینجا به این صورت. خیلی خوب، اینم از بحث این جلسمون. در تو چند مدل اینپوت مختلف صحبت کردیم، بریم بیام جلسه بعدی بحثمون رو ادامه میدیم. فعلا خداست.